وفات عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها پیامرسان بزرگ پیام آشورا و فرهنگ آشورا به جهان دیروز و حتی جهان امروز تسلیت عرض می‌کنیم خدمت همه عاشقان اهل بیت در سراسر جهان و به ملت ایران ان همه ای ما بتونیم پیروی کنیم از راه خاندان رسالت و البته زینب کبرا خب روز امروز روز وفاتشون هست ولی روز ولادتشون روز پرستار هم در ایران هست و پرستارهای ما در سراسر کشور یکی از افتخاراتشون اینه که مسیر و راه زینب کبرا علیه السلام رو انتخاب بکنن انشالله در این ایام بسیار سخت و مشکل که بیش از یک سال بر پرستاران ما، پزشکای ما، کادر درمان ما به طور کل گذشت روزهای بسیار سختی بود بار بسیار سنگینی بر دوش اونها بود و البته کار بسیار مهمی هم انجام دادن و ملت بزرگ ما همواره از خادمان خودش تقدیر و تشکر کرده و از خدمتگذاران صحنه مدافعان سلامت هم همواره تشکر میکنه خب این روزها یه مقدار روزهای حساستری برای همه ما هست نسبت به دو ماه پیش سه ماه پیش به دلیل اینکه خب مردم هم در جنب اجتماعی هن، هم جنب فرهنگی هم حتی جنب جوش بهداشتی هن. یعنی نظافت و تمیز کردن و اینا بیشتر مربوط میشه این ایام میشه و هم جنب و جوش در خرید و فروش وجود داره و تردد به حال پس روزهایی است که تماسها یه مقداری بیشتر فاصله های اجتماعی شاید کمتر مراد بشه و این خب آثارش بد ظاهر میشه یعنی امروز اگر خدا کرده مراعات دقیق انجام نگیره یه هفته بعد دو هفته بعد آثارش رو ما میبینیم همه ما دلمون میخواد که شب عید شب آرامی برای مردم بسیار عزیز ما باشه برای کسی مصیبتی نباشه برای خانواده ها همه اونها بتونن این ایام رو در چارچوب همه رسومات و سنت هایی که بوده البته نه به شکل سابق یعنی حتما امسال عید ما و رفت آمد مردم و سفر مردم اگر دوچار موج چهارم نشیم و شرایط انشالله اگر عادی باشه باز هم همه باید مراعات بکنن یعنی عید امسال یه چیزی مشابه عید پارساله شاید از یه نظرهایی باید بیشتر از پارسال هم ما مراعات بکنیم حالا پارسال میگفتیم که از دست ویروس ووهان چه کنیم امروز گفت که از چی به مار واشی پناه بردیم از افعی حالا میگیم که به پناه ویروس وهام بریم ویروس انگلیسی نیاد حال بنابراین شرایط ما یه مقدار امسال شرایط سختتری شده مردم عزیز و بزرگوار ما که در طول این دوازده سیزده ماه همیشه همکاری کردن و لطف کردند و محبت کردن انشاءالله این ایام بیشتر مراقبت بکنند مراودات یه مقداری کمتر بشه با مراعات بیشتر و همچنین ایام نوروز اگر شرایط ما شرایط مناسبی بود همه باید پروتکل ها رو مراعات بکنن الحمدلله واکسن در کشور ما واکسیناسیون شروع شده آغاز شده و شرایط ما در هفته های پیش رو بهتر میشه هم برای کادر درمان ما در سراسر کشور و هم برای افرادی که مسن هستند یا بیماری زمینه ای دارند شرایط مهیا میشه همه توان دولت برای خرید واکسن امروز متمرکز هست شرایط ما در کل به گونه ای هست که خب هر مقدار ما بتونیم واکسن مورد نیاز رو تهیه میکنیم البته همه مردم ما میدونن که واکسن امروز مشابه ماسک در روزهای اول این بیماری است چطور ماسک در روزهای اول این بیماری سرش دعوا بود و فرودگاه ها نمیدونم تردد ماسک ها رو به ها کنم که تصرف میکردن مال کشور دیگر رو مسیر هواپیما رو عوض میکردن یادمون هست چه وضعی بود در روزهای اولیه ای این بیماری امروز اون شرایطی که اون روز برای ماسک بود امروز برای واکسن الان پیش آمده در دنیا خب یک امتحان بزرگی است برای همه دنیا کشورهایی که پیشرفته هستند کشورهایی که پولدار هستند و امکانات دارند میخوان همه واکسن ها بیارن در کشور خودشون سریع واکسن رسون در کشور خودشون انجام بدن خب یه مقدارش طبیعیه که هر حکومتی به فکر مردم خودش باشه ولی یه مقدار هم اینجا وظایف اخلاقی و انسانی به همه ما حکم میکنه که در این آزمایش موفق باشیم و به فکر همه مردم جهان باشیم حال این موضوع موضوع پاندمی است یعنی یک بیماری است که سراسر جهان رو فرا گرفته حالا یک کشورم صد درصدم واکسیناسیونی اجرا بکنه بازم مسئول نمیمونه به دلیل اینکه تردد هست رفت و آمده کشور دیگه میاد این میره به کشور دیگر مصونیت واقعی اون زمانی حاصل میشه که در سراسر جهان واکسیناسیون انجام بگیره همه کشورها بتونن از واکسن استفاده بکنند و خب این شرایط خاص و ویژه ای هست زمنن واکسن یک شرایط خاصی امروز داره اولا آثار واکسن ها هنوز خیلی برای ما مشخص نیست اینکه کدام واکسن موثرتره تا چه زمان موثر هست هیچ برای ما الان روشن نیست در این جهت که عوارض این واکسن ها چیه این واکسن که زد عوارضی داره عوارضی نداره اینا همه چیزهایی است که در ابهام و لذا برخی هم هستن که در دنیا اصلا از واکسن احتراز میکنن میترسن از زدن واکسن میترسن به دلیل اینکه خیلی ابهامات امروز در دنیا هست اما در شرایط فعلی ما راهی جز اجرای پروتکل و در کنارش واکسن دیگه راه دیگری ما نداریم که کار دیگری ما نمیتونیم بکنیم از واکسن باید استفاده بشه به حال واکسن مسئولیت درست میکنه برای بسیاری از افراد حالا مسئولیتش در چند ماه چند درصد این هایی که واکسن میگیرن مسئولیت دارن اینا چیزاییست که حالا مورد بحث و ما تو شرایط فعلی خب مراقبت ما از مرزها باید بیشتر از سابق بشه خب ما دیدیم که یکی از استانهای بسیار مهم ما در خوزستان دو مرتبه با یک پیک جدیدی مواجه شد و ما امروز وضعیت قرمز و شهرهای قرمز ما فقط در خوزستانه هیچ استانی دیگه ما شهر قرمز نداریم فقط شهرهای استان خوزستان و خب مراعات نکنیم به استانهای همجوار سرایت میکنه به کل کشور سرایت میکنه اینه که قرارگاه یک رسالت سنگینی الان بر داره در استان خوزستان و رابطه استان خوزستان با سایر استانها این یک مسئله بسیار مهمی هست خوشبختانه در گزارش امروز ما دیدیم که در خوزستان هم تست ها افزایش پیدا کرده اینکه مثلا در یه روز ما بتونیم یازده هزار دوازده هزار تست رو انجام بدیم بسیار ارزشمنده و این کار باید انجام بگیره بیماریابی افزایش داره پیدا میکنه و در کنار اونها مسئله رهگیری داره افزایش پیدا میکنه کسی مبتلا شده با کی در تماس بوده و این محدودیت ها هم البته چاره نیست محدودیت ها هم داره اعمال میشه ورود خروج محدودیت ها هم داره اعمال میشه تا ما بتونیم هم شرایط مردم خوزستانی شرایط بهتری بشه هرچه سریع تر و هم این شرایط سرایت نکنه به استانهای دیگر و مکانهای دیگر در سراسر کشور خب در شرایط فعلی همه ما میدونیم که مردم در برابر یک ویروس این سیستم ایمنی بدنه که باید بتونه مقاومت کنه در برابر ویروس سیستم ایمنی ها یکسان نیست برحال یکی جوونه شرایط بهتری داره یکی مسنه یکی بیماری زمینه ای داره شرایط مختلفی وجود داره در برابر شرایط ایمنی و ایجاد اینکه سیستم ایمنی ما بتونه در برابر ویروس مقاومت بکنه همطوری که بارها گفته شده تا حالا هیچ دارویی هم پیدا نشده که کسی از این دارو استفاده بکنه و این ویروس از بین بره داروها عمدتا برای اون بافت هایی است که وقتی این ویروس وارد میشه آسیب میزنه برای اینکه جلو آسیب رو بگیره جلوگیری کنه یا مداوا کنه بیشتر حالا داروها تو این زمینه ها داره تجویز میشه یا داره مصرف میشه یکی از راه هایی که این سیستم ایمنی ما تمرین بکنه و آماده بشه در برابر این ویروس همین واکسن است واکسن در واقع تزریق مواد است شبه همین ویروس برای اینکه سیستم ایمنی ما بتونه باش بجنگه مبارزه کنه آماده بشه برای ویروس واقعی اگر وقتی وارد شد بدن آمادگی داشته باشه البته حالا شرایط مختلفی وجود داره این ویروس هم ممکنه هر روز جهش خاصی داشته باشه کما اینکه که الان این داریم میبینیم این متاسیون ها یه مقدار شرایط رو سخت میکنه شرایط رو سنگین میکنه هم برای اونهایی که واکسن رو فرمول واکسن رو دارن تهیه میکنن واکسن رو دارن میسازن ممکنه شرایط این ویروس شیش ماه دیگه هفت ماه دیگه کاملا با شرایط امروز ما متفاوت بشه و ما نیازهای جدیدی باز پیدا بکنیم یا تغییراتی در واکسن ها نیاز باشه خود واکسیناسیون هم چیزی نیست که بتونه مثلا در یک ساعت کشور واکسینه بشه خب به هر حال زمان میبره اینکه ماها وقت میبره اگر واکسن هم به اندازه کافی در اختیار باشه ماها فرصت میخواد برای اینکه واکسیناسیون انجام بگیره در سراسر کشور ممکنه 6 ماه 7 ماه 8 ماه زمان نیاز باشه برای اینکه کل مردم واکسینه بشه خب در این شرایط ما باید چیکار بکنیم باز برمیگردیم به اینکه های بهداشتی یک ضرورته یعنی واکسن باعث نمیشه که پروتکل ها ضعیف بشه یا مراعات مردم بخواد ضعیف بشه همچنان اون بحث دستورالعمل های بهداشتی به عنوان یک اصل اساسی باید مد نظر ما باشه بنابراین همون اصولی که قبلا مورد تاکید ما بوده یعنی امک امکانات بهداشتی در کشور باید به طور کامل بسیج بشه اقدامات کنترلی و پایشی باید با قدرت بیشتر در سراسر کشور ادامه پیدا کنه تست تشخیصی رو ما باید روزانه افزایش بدیم که البته نسبت به قبل یا افزایش خیلی خوبی پیدا کرده هرچه ما بتونیم تست تشخیص رو بیشتر استفاده بکنیم بهتر میتونیم خودمون آماده بکنیم کسی که مبتلا هست گرفتار سریعتر میتونیم شناسایی بکنیم و به جای اینکه بستری بشه با شرایط سرپایی به هر حال معالجه بشه و نیاز به بستری نداشته بشه ناچار هستیم محدودیت ها رو ادامه بدیم یعنی نمیتونیم محدودیت ها رو کنار بگذاریم تا ماه امسال سال آینده شاید کل سال آینده باید محدودیت ها رو مراعات بکنیم اقدامات تنبیهی هم به هر حال گاهی مورد نیاز همین جریمه ها و اینا ایده ای هستن به هر حال چاره ای نیست باید برای اینکه اونا در چارچوب پروتکل قرار بگیرن اقدامات تنبیهی هم انجام بگیره البته دولت همچنان خودش رو موظف میدونه در این شرایط هم بستر الکترونیکی رو برای خدمات توسعه بده ما روزانه هفتگی داریم این کار رو انجام میدیم خدمات دولت و کلیه نیازمندی های مردم حتی امکان از طریق سیستم دیجیتالی و الکترونیکی باشه این یک وظیفه بزرگ ما هست در کنار همه اقدامات بهداشتی که ما انجام میدیم و اقدامات درمانی که وظیفه ما هست و از طرف دیگر هم اقدامات حمایتی ما خب در طول امسال اقدامات حمایتی زیادی داشتیم از وام گرفته برای کسب و کارها برای مردم تاخیر در پرداخت هایی که مردم لازم بوده انجام بدن اینکه اقدامات رو انجام بدیم که اجتماعات نباشه برخی از کارها رو عقب بندازیم مهلت امحال هایی که لازم انجام بگیره اقدامات خوبی در این زمینه انجام گرفته و کمک هایی که دولت باید بکنه حالا به حال یارانه ویژه‌ای برای افرادی که شرایط سخت تری داشتن مد نظر قرار داده شد سال آینده هم اگر شرایط همین شرایط باشه باز هم ما نیازمندیم که اقدامات حمایتی خودمون رو نسبت به کسب و کارها و نسبت به مردم باز هم انجام بدیم انشاءالله امیدواریم که همه ما با تلاش و اقدامات هماهنگ و کمکی که بخش‌های مختلف دارن انجام میدن وزارت به بهداشت درمان ما نیروهای مسلح ما هلال احمر ما و همه اونها و کمک هایی که مردم انجام میدن در کل با اجرای همه پروتکل‌ها و دستورهای بهداشتی انشالله شرایط بهتری داشته باشیم و سریعتر بتونیم بر این ویروس فائق بشیم انشاءالله و السلام علیکم و رحمت